دوستان گرانقدر به بخش دوم درس روزی 27 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس روز گذشته ما روی ادوانس پیمنت تو وندر صحبت کردیم که اگر ما شما پول را به شکل پیشکی به یک وندر پرداخت میکنیم و وندر ما بعد از یک مدت و پول را پس به شکل کش برای ما پیت میکنه، چه قسم ما شما او را در برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم. امروز باز ما شما روی ادوانس پیمنت تو وندر صحبت میکنیم، مگر مثال متفاوت کار میکنیم. در این مثال که ما در مقابل پولی که به وندر به شکل ادوانس پرداخت کردیم یک چیزی را خریداری میکنیم، پس چه قسم ما میتونیم که این پروسه را در برنامه کویک بوکس پروسس کنیم، پیش ببریم؟ میایم ببینیم شما در اینجا همراه ما شما در کش اکاونت ما کیش اکاونت افغانی است و کیشیر ما احمد است 10,000 افغانی است و در کابل بانک افغانی اکاونت ما شما چند است؟ 3,000 افغانی است. ما چی میکنم؟ اول یک 5,000 افغانی را از همین کیش اکاونت در کابل بانک روان میکنم که اوج 8,000 افغانی شو. میم در مینوی بینکینگ ترانسفر فند میگم پول را روان میکنم از کجا؟ از کیش اکاونت افغانی، از کیشیر احمد میگیرم، میره روان میکنم با کابل بانک افغانی اکاونت. چقدر پول روان میکنم؟ میگم 5,000 افغانی روان میکنم. فعلا دمی کش اکاونت افغانی ما شما چقدر پول است؟ 10,000 است و در کابل بانک 3,000 است. وقتی که ایر ما سیو این نیو بگیم، ببینین آلی برای ما میگه که در کابل بانک افغانی اکاونت 8,000 افغانی شد و در کش اکاونت افغانی ما شما 5,000 افغانی شد. ده اینجا مگه شما ببینین پول ما چی شده؟ ده اینجا 8,000 شد، ده اونجا 5,000 شد. میایم ده بخش وندر. ده این مثال باز روی ما شما روی کریم خان وندر کار میکنیم. برازی یک 5,000 افغانی را به شکلی ادوانس پیمنت میکنم. میایم به خاطر ازی ده مینوی بینکینگ و رایت چک میگم. روی رایت چک کلیک کردم، من میگم برازی چک میتم. چک از کدام اکاونت میتم؟ میگم از کابل بانک افغانی اکاونت میتم. چک از چند روپه میتم؟ میگم از 5,000 افغانی چک میتم. بسیار خوب. و چکی که برازو تو مثلا رایت چک میکنی یا چکی که میتی از چکی کدام تاریخ است؟ میگم تاریخی 20 است. کلاس چیزایش انتخاب میکنی؟ نه انتخاب نمیکنم، در میموم چیز را نوشته نمیکنم. در این قسمت ما شما باز اونو اکاونت پیبل افغانی را انتخاب میکنیم. میریم در قسمت بالا اکاونت پیبل افغانی را انتخاب کردیم و در میمون نوشته میکنم که ادوانس paid to vendor و در قوس نام وندر نوشته میکنم که کریم خان، قوس بسته. بعد از او save and close و save anyway میگیم. باز اگر شما ببینین اینمی ونداری که به نام کریم خان است، از ما شما 5,000 افغانی قرضدار شد. چرا؟ این 5,000 افغانی ما برازی چک دادیم و چک از کدام اکاونت دادیم؟ از کابل بانک افغانی اکاونت دادیم. حالا اگر ما شما بیایم در مینوی لیست روی چارت اف اکاونتس کلیک کنیم، در اینجا ببینین در کابل بانک افغانی اکاونت 8,000 افغانی بود، فعلا چقدر مانده؟ 3,000 افغانی مانده. اینالی ما باز میایم چی میکنم؟ در مینوی وندرز انتر بل میکنم. مثلا ما از این وندر که از یک چیزی را به خاطر دفتر خریداری کردیم، مثلا آفیس سپلای را خریداری کردیم به دفتر از این وندر ما، پس ما چی میکنیم؟ اول انتر بل میکنیم، بعد از او پیبل میکنیم. میایم در انتر بل، انتر بل که اومدیم مثل سابق وری میگم انتر بل به کدام وندر میکنی؟ به اینمی وندر. خب ده اینجا که از اماونت را نوشته میکنی، مثلا ما از امی وندر که است به خاطر آفیس سپلای تقریبا 5,000 افغانی آشیا را خریداری کردیم، اونمو اماونت که است مستقیم ده اینجا بری ما میایم. تاریخ خریداری کدام تاریخ بود؟ میگم تاریخ خریداری که است مثلا تاریخ 20 بود. و ای پول را که ما باید برازی پرداخت کنیم کدام تا کدام تاریخ باید پول ما پرداخت کنیم؟ میگم تا تاریخی 30 باید پول را ما برازی پرداخت کنیم. کلاس و مسائل دیگه شا ایچ انتخاب نمی کنیم و در اینجا نوشته می کنیم که مثلا افغانی ای اف ان 10,000 افغانی paid for purchases of office supply from Karim Khan. در میمو ایره نوشته کردیم.
اگر ما شما یه آفیس سپلای به کدام وندر مشخص مثلا به کستومر مشخص خریداری کردیم ایرم میتونیم اینج انتخاب کنیم میگیم نه بعد از او فقط روی سیو این کلوز کلیک میکنیم وقتی که روی سیو این کلوز کلیک کردیم باز سیو انیوی میگیم شما ببین پول باز چی شد بیلنسی که روبروی نام کریم خان بود صفر شد چرا به خاطر از اینکه ما از پیشش اشیا را خریداری کردیم و بل برم داد و او بل ما شما چی کردیم انتر کردیم در برنامه کویک بوکس وقتی که انتر کردی کویک بوک او را چی کرد کلیر کرد برای ما بل خو رسید مگم پی بلش تانوز پروسس نشده بعد از ما شما چی میکنیم میایم در پی بل در پی بل که آمدم ببینین در پی بل هایی که اکان پی بل هایی که افغانیست برای ما میگه یک بل بالای تو پی بل است مانده که تانوز پی نکدی و از کیست از کریم وندری به نام کریم خان است از چه قدر افغانیست از 5000 افغانیست و تو باید پول را پرداخت کنی 5000 افغانی اماونت تو پی 5000 افغانی و ایر از کدام اکانت پرداخت میکنیم ما میگم که ایر ما پرداخت میکنم از فرض مثال از کیش اکانت از کیش اکانت پرداخت میکنم وقتی که پول ما از کیش اکانت پرداخت کنیم چون در کیش اکانت 5000 افغانی است چقدر میمانه اینجا؟ صفر میمانه چون 5000 افغانی است و در پایین یک چیز دیگر هم برای ما میگه که بالای ای وندر که تو اویلیبل کریدیت هم داری چقدر اویلیبل کریدیت است 5000 افغانی ی شاید اوپنینگ بیلنس باشه شاید ادوانس پیمنت باشه که ما بررسی کردیم این اگه تو میخواهید تبادله کنی با اینمی دو اماونت یا اماونت دو هم مشکل نداره بیا روی سیت کریدیت کلیک کو وقتی که روی سیت کریدیت کلیک کردی اینجا اونم کریدیت اویلیبل کریدیت مستقیم خودش برای ما نشان میده اینطور هم میتونی که 4000 از ایرا از امیجا پرداخت کنی و 1000 افغانی دیگه از کیش اکانت پرداخت کنی باز اویلیبل کریدیت ما شما چقدر میشه 1000 افغانی میشه میگم نه از امی ما پرداخت میکنیم دان کلیک کردم انال سل کنین برای ما میگه که اماونت تو پی چقدر است صفر است و اویلیبل کریدیت خودت هم چقدر شد صفر شد بعد ما روی پی سلیکتد بل کلیک میکنیم وقتی که پی سلیکتد بل کلیک کردی بعد از دن کلیک میکنم د اینجا خوی کلیر شده اگر ما شما بیایم د مینوی لیست روی چارت اف اکاونتس کلیک کنم د اینجا شما ببینین د کیش اکاونت ما پس اون 5000 افغانی مونده و به مو شکل دیگه د کابل بانک افغانی ما 3000 افغانی که بود او هم مونده و پیسې که ما بر ازو پرداخت کرده بودیم به شکل ادوانس د مقابل ازو ما آفیس سپلای به دفتر گرفتیم اگر ما بیایم د کدام جا د ریپورت بیایم روی کمپنی فینانشل کلیک کنیم و د پروفیت اند لاس بیایم د اینجا ببین د اکسپنس اکاونت برای ما آفیس سپلای اکاونت چی شده اضافه شده آفیس سپلای چقدر مصرف کردیم ما به خاطر آفیس سپلای 5000 افغانی مصرف کردیم ای بود دوستا درسی بخشی دومی روزی 27 برنامه کویک بوکس